یکیش به هم بشارت داد دوستم من بشارت داد من بر تو یه بشارت دارم مامانم به هم بشارت داد خدا رو شکر برای این بشارت دوستان عزیز سلام عرض می کنم خدمت یکایی که شما به برنامه بشارت خوش آمدید خدا را شکر میکنم که میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم دوستان دوباره میخوایم ادامه بدیم به سری پیام از ایمان که عنوان پیام امروز هست نجات از طریق ایمان نجات از طریق ایمان عنوان پیام امروز هستش که میخوایم باز یاد بگیریم راجع به ایمان ایمان کتاب مقدسی نه هر ایمان هر ایمان نجات نمیده فقط ایمان کتاب مقدسی ما را میتونه نجات بده چرا چون کتاب مقدس تنها کلام خداونده این کتاب تنها کتابی هستش که از سوی خداست هیچ کتابای دیگه از سوی خداوند نیست هر کتابی که هستش تمامی مذاهب کتابای مقدس خودشون رو دارن اما از سوی خداوند نیست هیچ کدومشون الهام خدا نیست فقط این کلام از الهام خداست نفس خداوند درش دمیده شده و این ایمان کتاب مقدسی میتونه ما رو نجات بده پس یعنی ما با ایمان نجات پیدا میکنیم نه با شریعت در پیام های قبلی یاد گرفتیم که با ایمان ما میتونیم از گناهان از مجازات گناه نجات پیدا کنیم و وارد حیات ابد بشیم اما سوال اینجاست که چه نوع ایمانی ما رو نجات میده چه مقدار باید ایمان داشته باشیم که نجات پیدا کنیم آیا ایمان کم باید داشته باشیم یا ایمان زیاد داشته باشیم که باید نجات پیدا کنیم در متا باب هشت میخوام چند تا آیه خدمتون بخونم از آیه پنج تا سیزه میخوام بخونم و چون عیسی وارد کفرناهم شد یوزباشی نزد وی آمد یعنی یه, یه افسری نزد عیسی مسیح آمد و به دو التماس نموده گفت ای خداوند خادم من مفلوج در خانه خوابیده و به شدت متعلم است عیسی دو گفت من آمده او را شفا خواهم داد و در جواب گفت خداوندا لایق آن نیم که زیر سقف من آیی بلکه فقط سخن بگو و خادم من صحت خواهد یافت زیرا که من نیز مردی زیر حکم هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم چون به یکی گویم برو میرود و به دیگری بیا میآید و به غلام خود فلان کار را بکن می کند ایسا چون این سخن را شنید متعجب شده به هم راهان خود گفت هر آینه به شما می گویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم ایسای مسیح موقعی که ایمان این سرباز این افسر رومی را شنید یه یهودی نبود این شخص یکی از امتها بود که خدای واقعی را نمیشناخت اما راجب اون شهرت عیسی مسیح شنیده بود شنیده بود که عیسی مسیح شخصی که میتونه معجزه کنه میتونه مریضا رو شفا بده و این غلامش در بستر بیماری بود داشت میمرد و شنیده بود که عیسی مسیح شفا میده و همه دکتر برده بود غلامش رو و هیچ کسی نمیتونست شفاش بده و معالجش کنه اما دید که تنها یه شخص میتونه شفاش بده غلامش رو برس را رفت سراغ عیسی مسیح گفت خداوندا گفت غلام من داره میمیره و عیسی مسیح گفت من میام, سخ... میام خونت و شفاش میدم گفت نه این کارو نکن فقط سخن بگو چون منم یه افسری هستم سپاهیان رو زیر دست خودم دارم به یکی میگم برو میره به کی... یکی میگم فلان کار رو بکن میکنه فقط سخن بگو و غلامت صحت خواهد یافت عیسی مسیح موقعی که شنید که این این شخص رومی چقدر ایمان عظیمی داره گفت من چنین ایمانی حتی توی اسرائیل هم ندیدم توی اسرائیل قوم یهود که تنها قومی هستش که خدا رو میشناسند خدای واقعی رو میشناسند گفت همچین ایمان عظیم همچین ایمان بزرگ در یهودیانم یافت نشده پس این شخص ایمان عظیمی داشت و عیسی مسیح رفت غلامش رو شفا داد و غلامش نجات یافت شفا یافت عیسی مسیح گفت ایمان این شخص رومی عظیم بود اما یه ایمان دیگه هم هستش در متا باب 14 و آیه 22 میخونم به بعد ببینیم عیسی مسیح چه تعلیمی داد آیه 22 می بی عیسی ایسا شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده پیش از وی به کناره دیگر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهد و چون مردم را روانه نمود به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد و وقت شام در آنجا تنها بود اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود و در پاس چهارم از شب عیسی بر دریا خرامیده به سوی ایشان روانه گردید اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند مضطرب شده گفتند که خیالی است و از خوف بر فریاد برآوردند اما عیسی ایشان را بی تعمل خطاب کرد و گفت خاطر جمع دارید منم ترسان نباشید پتروس در جواب او گفت خداوندا اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم گفت بیا در ساعت پتروس از کشتی فرود شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید لاکن چون باد را شدید دید ترسان گشت و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت خداوندا مرا دریاب عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک آوردی و چون به کشتی سوار شدن باد ساکن گردید عیسی مسیح میبینیم که به پتروس که رسول عیسی مسیح بود گفت ای کم ایمان ایمان پتروس کم بود آیا با ایمان کم داشتن میری جهنم آیا با ایمان زیاد داشتن مثل اون سرباز رومی که ایمان عظیمی داشت که عیسی مسیح گفت همچین ایمان عظیم در اسرائیل هم ندیدم آیا با ایمان زیاد ما نجات پیدا می کنیم یا با ایمان کم فرقی نمی کنه دوستان با ایمان واقعی به عیسی مسیح چه ایمان کمی باشه چه ایمان زیاد باشه ما نجات پیدا می کنیم اما این ایمان ما موقعی که ایمان بیانیم به عیسی مسیح با ایمان کم شروع میشه ما شناخت کافی نداریم از عیسی فقط میدونیم که عیسی مسیح خداست که برای گناهان ما مرد اینه که ایمان میاریم هنوز خیلی اطلاعات نداریم شناخت کافی از عیسی مسیح نداریم ایمان ما با کم شروع میشه و بعد موقعی که مطالعه میکنیم میریم کلیسا کلام رو میشنویم هی hey, این ایمان ما نمنمه زیاد میشه زیادتر میشه و با ایمان کم ما نجات پیدا میکنیم و بعد ایمانمون زیاد میشه پس دوستان اون اندازه ایمان اون مقدار ایمان سبب نجات ما نیست ایمان واقعی سبب نجات ماست ایمان واقعی به اون شخصی که خدای واقعیه به اون خدای واقعی با ایمان کم شما نجات پیدا می عیسی مسیح گفت اگر ایمانی به اندازه دانه خردل می داشتید می به این کوه بگید فرمان بدید که جابجاش بشه و بیفته توی دریا و و این برای شما انجام خواهد شد عیسی مسیح گفت اگر ایمانی به اندازه دانه خردل دانه خردل کوچکترین دانه هایی هستش که میتونه باشه و ایسای مسیح گفت اگر یه ذره ایمان کوچیک داشته باشید اما ایمان واقعی به خدای واقعی اون شما را نجات خواهد داد پس دوستان ایمان کم یا زیاد ما را نجات نمیده ایمان واقعی به خدای واقعی ما را نجات میده پس با ایمان کم ما نجات پیدا میکنیم و این ایمان نم نمه زیادتر میشه ایمان ما رشد پیدا میکنه و ما موقعی که شناخت کافی پیدا میکنیم از خدای واقعی از عیسی مسیح اون موقع میبینیم در مشکلات زندگی در سختی های زندگی ما مقاومت داریم و, و ایمان داریم و خداوند ما رو برکت میده و ما خودکشی نمی کنیم به خاطر مشکلات و معیوس نمیشیم چرا چون میدونیم که خدای ما وفاداره امینه و ما را نجات خواهد داد <تصفح> اما ایمان چگونه نجات میده چگونه ایمان ما رو نجات میده در ابرانیان باب 11 آیه 7 میخونیم میگه به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود خدا ترس شده کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را ملزم ساخته وارث آن ادالتی که از ایمان است گردید چگونه ایمان ما را نجات میده؟ این در ابرانیان خوندیم که نوح با ایمان خدا ترس شد و موقعی که کلام خدا را شنید کشتی ساخت و دنیا را ملزم ساخت یعنی موضع کرد به تمامی دنیا که توبه کنند و و وارد کشتی بشن سوار کشتی بشن و با ایمان وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید بر در پیدایش باب 6 آیه 13 تا 17 راجب نوح میخونیم که ببینیم چه کاری انجام داد و خدا, و خدا به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجرات در کشتی بنا کن و درون و بیرونش را به غیر بیانداز و آن را بدین ترکیب بساز که طول کشتی 300 زرا باشد و ارزش 50 زرا و ارتفاع آن 30 زرا و روشنی برای کشتی بساز و آن را به زرایی از بالا تمام کن و در و در, در کشتی را در جنب آن بگذار و طبقات تحتانی و وسطی و فوقانی بساز زیرا اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان هلاک گردانم و هر چه بر زمین است خواهد مرد پس خداوند به نوح ظاهر شد گفت نوح انتهای تمامی عالم در نظر من اومده میخوام نابود کنم همه چیز رو کشتی بساز کشتی به جهت خودت بساز تا بتونم تو رو نجات بدم و ببینیم نوح چه کاری انجام داد در آی... باب 6 آیه 22 میخونیم میگه پس نوح چنین کرد و به هرچه خدا او را امر فرموده بود عمل نمود نوح چنین کرد یعنی دقیقا اون کاری که خداوند ازش خواسته بود انجام داد و به هرچه خدا او را امر فرموده بود عمل نمود خود نوح, نوح،, عمل نمود به فرمان خداوند به کلام خداوند ایمان آورد و عمل کرد ایمان واقعی باعث میشه که شما عمل کنید به کلام خداوند و چه،, چه ایمانی نجات میده؟ ایمان عامل ایمانی که فعاله ایمانی که باعث میشه که شما عمل کنید به کلام خداوند اینجوری بود که نوح نجات یاب با ایمان به کلام و خداوند نجات یاب در پیدایش با باب هفت آیه یک می‌کنیم. و خداوند به نوح گفت: تو و تمامی اهل خانت به کشتی درآید. زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم. گفت نوح: من تو را در این عصر، در این زمان، در این دوره به حضور خودم عادل دیدم. چجوری نوح عادل شد با ایمان به کلام و خداوند؟ نوح باران ندیده بود تا... تا اون روز هنوز باران نیومده بود بر روی زمین شبنم باعث می شد که سبزه ها و گیاهان درختان رشد پیدا کنه شب شبنم می اومد هر روز صبح و تمامی زمین رو خیس می کرد تا به اون روز هنوز باران نیومده بود خدا... خداوند به نوح گفت که من می خوام باران بفرستم و زمین رو نابود کنم نوح می, تونست بگه که باران چی اصلا من همچین چیزی ندیدم اما بدون اینکه نوح ببینه باران رو نوح ایمان آورد به کلام خداوند و کشتی ساخت و, موقعی که نوح عمل کرد به کلام خداوند خداوند به نوح گفت من تو را در این اس در حضور خودم عادل دیدم چجوری نوح عادل شد با ایمان به کلام خداوند چه نوع ایمانی ما را نجات میده ایمانی که عامل و فعاله ایمانی که به کلام خداوند اعتماد میکنه و توکل میکنه و نجات پیدا میکنه اما این ایمان این ایمان نجات دهنده چه کسایی رو نجات میده آیا کسایی که نافرمانی میکنند از خداوند اونا رو نجات میده یا اون کسایی که مطیع فرمان خداوند هستند در ابرانیان باب پنج آیه 8 تا ده میخونیم یه هر چند پسر بود راجب ایسای مسیح سخن میگه میگه هرچند ایسای مسیح پسر خدا بود به مصیبت که کشید یعنی صلیب عیسی مسیح رو میگه به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت و خدا او را به رئیس کهنه مخاطب ساخت به رتبه ملک صدق یه خداوند عیسی مسیح گرچه خود پسر بود میگه پسر خدا بود به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت اطاعت کرد از فرمان خدای پدر که بمیره مصلوب بشه برای گناهان ما و کامل شده میگه جمعی مطیعان خود را یعنی جمعی اون کسانی که از عیسی مسیح اطاعت کردند ایمان آوردند میگه سبب نجات،, نجات, جاودانی گشت عیسی مسیح اون کسانی که مطیع انجیل عیسی مسیح شدند عیسی مسیح سبب نجات جاودانی اونا شد یعنی به اونا نجات جاودانی داد حیات ابد داد آیا ایمان دارید آیا ایمان نجات دهنده دارید این ایمان نجات دهنده باعث میشه که شما اطاعت کنید آیا نافرمانی میکنید از انجیل عیسی مسیح یا اطاعت میکنید شاید بگید که من دین خودم رو دارم آیا این دین شما به شما میگه که عیسی مسیح خداست که عیسی مسیح تنها راهه عیسی مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد اگر اون ایمان شما این دین شما میگه که عیسی تنها راه بهشته عیسی مسیح خداست اون دین واقعیه اگه اینا این کار میکنه کتاب مقدس میگه که اون ایمان واقعی نیست اون ایمان ساخته دست بشره خداوند به ما شهادت داده که تنها نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح ایمان به انجیل عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم اگه به این ایمان داشته باشید نجات خواهید یافت چه کسی رو این ایمان نجات دهنده نجات میده کسایی که اطاعت می‌کنند از انجیل عیسی مسیح آیا کسایی که توبه میکنن رو نجات میده یا کسایی که توبه نمیکنند در اعمال باب سه آیه 19 میخونیم میگه پس توبه و بازگشت کنید خداوند میگه توبه بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد پس خداوند به ما میگه که توبه و بازگشت کنید توبه یعنی بازگشت کردن یعنی یعنی عوض کردن زندگی عوض کردن رفتار و راه و روش و منش زندگی باید عوض کنید به سوی خداوند برید شما از خداوند عیسی مسیح دور بودید به ادیان مختلف روی برده بودید به گناه در گناهان زندگی می کردید برگردید به سوی خداوند عیسی مسیح توبه کنید پس کسایی که توبه می کنند خداوند اونا رو نجات میده ایمان ایمان نجات چه کسی رو نجات میده نه تنها اون کسایی که اطاعت می کنند بلکه اون کسایی که توبه می کنند از گناهان و سومین چیز اون کسایی که کسایی که اعتراف کنند به عیسی مسیح کسایی که خودشون رو انکار کنند بلکه عیسی مسیح رو اقرار میکنند در یوحنا باب دوازده آیه 42 تا 43 میخونیم میگه لاکن با وجود این بسیاری از سرداران نیز به دو ایمان آوردند به عیسی مسیح سرداران هم ایمان آوردند اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند زیرا که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست می میگه بسیاری از سرداران یهودی اینا چون یهودی بودند میگه ایمان آوردن به عیسی مسیح اما به سبب اه اه به سبب اینکه این یهودیان این افسران این کسایی که در حکومت حکومت بودند و و قدرت داشتن بر مردم از خودشون میترسیدن از مقامشون میترسیدن که مبادا از مقام خودشون از کار خودشون بر کنار بشن اقرار نکردن به عیسی مسیح اقرار نکردن که مسیحی شدند چرا چون میگه جلال خودشون رو بیشتر از جلال خداوند دوست داشتن دوستان کتاب با دست میگه که ما باید اقرار کنیم عیسی مسیح رو عیسی مسیح گفت اگر کسی مرا در نظر مردم اقرار کند منم او را در نظر خدای پدر اقرار خواهم کرد اگر کسی مرا در حضور مردم انکار کند منم او را در نظر خداوند در حضور خدای پدر انکار خواهم کرد آیا امروز اقرار میکنید که عیسی مسیح خدای شماست و نجات دهنده شماست یا انکارش میکنید اگر انکار میکنید عیسی مسیح گفت من هم شما را در حضور خدای پدر انکار خواهم کرد اما چه وقت ایمان ما را نجات میده چه زمانی این ایمان نجات دهنده ما را نجات میده در در غلاطیان باب 3 آیه 26 تا 27 میخونیم میگه زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. یعنی زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم از ته دل همون موقع ما پسران خدا میشیم یعنی فرزند خدا میشیم خداوند میشه پدر ما پس با ایمان به عیسی مسیح همون زمانی که اعتراف میکنیم از گناهان توبه میکنیم از انجیل عیسی مسیح اطاعت میکنیم همون زمان زمانی که عیسی مسیح رو اعتراف کردیم ازش خواستیم که ما را نجات بده و ما رو گناهانمون رو ببخشه و ما رو فرزند خودش بکنه همون لحظه میشیم فرزند خدا یه زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید یعنی مسیح اومد در وجود ما ساکن شد پس زمانی که به ایسای مسیح اعتراف میکنیم از گناهان توبه میکنیم اون زمانی که ما میشیم فرزند خدا دوستان نجات فقط با ایمانه با اعمال با گفتار نیک با شریعت با اعمال مذهبی ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم بلکه با ایمان به کلام خداوند همونطور که نوح به کلام خداوند ایمان آورد بدون اینکه باران رو ببینه ایمان آورد که خداوند باران را خواهد فرستاد سیل خواهد فرستاد این بلا را خواهد فرستاد نوح ایمان آورد و شروع کرد به ساختن کشتی نشون داد که ایمانش واقعی بود با اعمالی که انجام داد ایمان واقعی باعث میشه که شما عمل کنید به کلام خداوند پس دوستان خداوند سخن میگوید چجوری انسان نجات پیدا میکنه اول باید خ... بدونیم که خداوند سخن گفته خداوند کلامش رو به ما داده خداوند سخن میگوید بعد انسان ایمان می آورد موقعی که خداوند سخن میگه و کلامش رو به ما داده باید بهش ایمان بیاریم پس مرحله بعدی انسان ایمان می آورد و بعد انسان اطاعت می کند موقعی که ایمان آوردید به کلام خداوند باید چیکار کنید باید اطاعت کنید از انجیل عیسی مسیح باید اطاعت کنید پس موقعی که ایمان آوردیم و اطاعت کردیم چه اتفاقی میفته خدا نجات میدهد پس اول خداوند باید بدونیم سخن گفته کلامش رو به ما داده بعد ایمان بیاریم بعد از ایمان بعد از اینکه ایمان آوردیم اطاعت کنیم مثل نوح اطاعت کرد و کشتی ساخت بعد خدا نجات میده. موقعی که اطاعت کردیم، ایمان آوردیم، خداوند ما رو نجات خواهد داد. در خاتمه دوستان، نجات نجات از طریق هر چیزی به وجود نمیاد. از هر دینی به وجود نمیاد. شما نمیتونید از جهنم نجات پیدا کنید با مذهبی بودن، با اعمال شریعت نمیتونید نجات پیدا کنید، با هیچ چیزی نمیتونید نجات پیدا کنید با هر کاری که انجام میدید شما نجات پیدا نمی کنید هیچ چیزی که ما انجام میدیم ما را نجات نمیده بلکه یه شخص ما را نجات میده این شخص کسی نیست جز عیسی مسیح پس حیات ابد و نجات از جهنم در شخص پیداست و اون شخص کسی نیست جز عیسی مسیح سرای حبشی بود که رفته بود توی اورشلیم که خدا را پرستش کنه و داشت برمیگشت از اورشلیم که بره به شهر خودش به کشور خودش به هبشه و توی راه داشت کتاب اشیای نبی رو میخوند کتاب مقدس رو میخوند این شخص طالب خدا بود میخواست خدا رو بشناسه و بهش ایمان بیاره کتاب مقدس رو میخوند گرچه این شخص هبشی بود از امتا بود خدای واقعی خدای اسرائیل رو نمیشناخت ولی جویای خدا بود کتاب مقدس رو تورات رو میخوند و خداوند به فیلیپوس گفت گفت برو به اون شخص نزدیک شد و رفت نزدیک شد گفت فیلیپوس به خاج سرای حبشی گفت آیا اون چیزی که میخونی میفهمی خاج سرا گفت چجوری میتونم بفهمم مگر اینکه یه شخص به من راهنمایی کنه منو کمک کنه به من یاد بده و ببینیم چه اتفاقی افتاد که در اعمال باب هشت آیه 36 تا 38 میخونیم که آه که آه خاجست... فیلیپوس بهش بشارت داد راجب ایسای مسیح بهش گفت و, و این خاجه سرای عباشی گفت من منو تعمید بده و چون در عرض راه به آبی رسیدند خاج خاجه گفت اینک آب است از تعمید یافتنم چه چیز مانع می باشد چه چیزی مانع تعمید یافتن منه آیه 37 میگه فیلیپوس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آوردی جایز است او در جواب گفت ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپوس با خاج سرا هر دو به آب فرود شدند پس او را تعمید داد ببینیم اینجا یه شخص هبشی بود یهودی نبود خدا را نمیشناخت اما طالب خدا بود میخواست که خدای واقعی رو بشناسه و میخواست که تعمید بگیره و گفت از تعمید یافتنم چه چیز مانع است فیلیپس بهش گفت که شرطی هستش اگر با تمامی دل ایمان آوری جایزه میتونی تمید بگیری گفت شرط تمید گرفتم اینه که باید ایمان بیاری که عیسی مسیح پسر خداست که برای گناهان تو مرد و از مردگان زنده شد و اونجا بود که خواجه سرای ابشی گفت که ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست پس ارابه را نگه داشت و هر دو به آب فرود شدند تمید گرفتند و این خاج سرای ابشی تمید گرفت و رفت به راه خودش ادامه داد و نجات پیدا, پیدا کرد چجوری با ایمان به عیسی مسیح گفت و تمامی دلم ایمان آوردم که عیسی پسر خداست با ایمان به عیسی مسیح نه با ایمان به هر پیامبری یا هر خدایی یا هر بتی یا به ذریحی یا به هر دینی یا با اعمال نجات پیدا نکرد این خاج با دل ایمان آورد پس با ایمان با تمامی دل به عیسی مسیح ما میتونیم دوستان نجات پیدا کنیم پس دوستان نجات فقط با ایمانه نه با اعمال بدون اعمال ما میتونیم نجات پیدا کنیم ایمان به عیسی مسیح ما را نجات میده چرا چون عیسی خداست موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید شما به خدای واقعی ایمان آوردید چرا عیسی مسیح به به این جهان اومد تا به ما نشون بده که خدای واقعی ایساست و همچنین اومد تا به ما اون محبت خدا رو نشون بده اون ماهیت خدا رو به ما نشون بده ثابت کنه که خداوند خدای محبت اومد جون خودش رو فدای گناهان ما کرد قربانی گناهان ما شد به جای ما رفت روی صلیب و مجازات ما رو پرداخت کرد به جای اینکه ما شکنجه ببینیم بریم جهنم برای گناهانمون مجازات بشیم عیسی مسیح مجازات شد که نشون داد که ما را دوست داشت که فدیه گناهان ما شد و ما با ایمان به عیسی مسیح میتونیم از گناهان پاک بشیم اگر امروز میخواین نجات پیدا کنیم با ایمان بدون اعمال شاید تا حالا اصلا خدا را پرستش نکردید شاید هیچ مذهبی توی زندگیتون نداشتید هیچ اعمال شری... شریعتو رو انجام ندادید تا... تا به امروز امروز خبر خوشی براتون دارم امروز میتونید سرتون رو بگیرید پایین چشاتون رو ببندید در روح دعا کنید از عیسی مسیح بخواین که گناهانتون رو ببخشه و شما رو نجات بده و اون موقع خداوند شما رو نجات خواهد داد اگه میخواین این کار بکنید چشاتونو ببندید سرتون رو بگیرید پایین بگید خداوندا من گناهکارم ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست که برای گناهان من روی صلیب مرد و بعد از مرگ دوباره زنده شد عیسی ای منو از گناهانم پاک کن منو از جهنم نجات بده و به من حیات ابد ببخش همه دعاها را در نام عیسی مسیح می طلبم آمین اگر این دعا را کردید دوستان امروز خداوند شما را نجات داد عیسی مسیح گفت اگر کسی از سر نو مولود نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند باید از نو متولد بشید تولد دوباره باید داشته باشید این تولد دوباره فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح به وجود میاد زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان خدای خودتون میپذیرید اون زمانی که عیسی مسیح شما رو تولد دوباره میده از خداوند متولد میشید خدا میشه پدرتون شما میشید فرزند خدا و یه رابطه پدر و پسر با... به وجود میاد در زندگی شما خداوند میشه پدر شما میتونید باش رابطه داشته باشید و به زبان خودتون با خداوند دعا کنید و میتونید حیات ابد داشته باشید دعا میکنم که امروز این تصمیم رو بگیرید و نجات رو به دست بیارید نجاتی که فقط از ایمان به وجود میاد خدا بهتون برکت بده اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفا از طریق تلگرام ادساین بشارت 777 اقدام نمایید